فعالیت طرح پیشنهادی بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی را پس از تایید کابینه روز دوشنبه به مجلس سنا معرفی کرد. وزیر مالیه میگوید که مجموع بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که از این میان 267 میلیارد افغانی بودجه عادی و 90 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای است. مجموع بودجه ملی ما برای سال مالی 1397 جمعاً مبلغ 357.6 میلیارد افغانی پیش بینی شده است که من جمله 267 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ بیش از 90 میلیارد افغانی بودجه انکشافی که بودجه انکشافی ما 35 میلیارد اختیاری و 55 میلیارد غیر اختیاری در نظر گرفته شده است. وزیر مالیه بر اصلاحات گسترده مبنی بر کاهش فساد و افزایش شفافیت در مصرف بودجه ملی سال مالی 1397 تاکید می‌کند و می‌گوید که اولویت‌های حکومت در سال مالی آینده در بخش‌های امنیتی، معارف، زیربنا و زراعت و توسعه دهات است. اولویت‌های حکومت در طرح بودجه سال مالی 1397 سکتورهای امنیت، معارف، زیربنا، زراعت و انکشاف دهات که به ترتیب 40%، 13%، 11% و 9% بودجه را از مجموع بودجه ملی به خود اختصاص داده است. در همین حال وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که حکومت در طرح بودجه ملی سال آینده مالی راهکارهایی را به هدف کاهش فساد روی دست گرفته است. و مکانیزم‌های لازم برای اصلاحات در راستای کاهش فساد، تقویت مدیریت مالی عامه و رفتن از کمیت به کیفیت و اقتصاد تولیدی در نظر گرفته شده است. اما همکاری را که مجلس سنا می داشته باشد در برابر به خاطر مردم افغانستان، به خاطر کشور عزیز ما، وزارت محترم مالیه و در مجموع دولت باید خواست نماینده مردم در سه بودجه ملی افغانستان که به صورت متوازن تنظیم شوه و ارائه شوه در نظر داشته باشه. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی از مصرف نشدن بودجه توسعه‌ای در شماری از ادارات حکومتی انتقاد کردند. وزیر مالیه نبود برنامه‌های درست، ظرفیت پایین ادارات و مدیریت ناسالم پروژه ها را از موارد می‌داند که به گفته وی سبب شده است بودجه توسعه‌ای شماری از ادارات حکومتی مصرف نشود.